درگیری شدید لفظی بین رسایی نماینده مجلس و قالیباف رئیس مجلس که در نهایت منجر به عصبانیت قالیباف و قطع کردن میکروفون رسایی شدش. با ما همراه باشید، فیلمش رو میبینیم و در مورد علت و جزئیاتش صحبت می‌کنیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالا احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. امید رسایی نماینده مجلس امروز بین جلسات رأی اعتماد وزرا تذکری جدی رو به قالیباف رئیس مجلس داد و گفت دیروز آقای عراقچی با خطاب قرار دادن آقای ثابتی طوری صحبت کردن که انگار نقد برنامه و کارنامه ایشان یعنی زیر سوال بردن ولایت مداری مجلس. قالیباف هم که ریاست جلسه رو بر عهده داشت پاسخ داد این موضوعاتی که شما میفرمایید در دستور کار امروز مجلس نیست و لطفاً در دستور صحبت بکنید و مسائلی که دیروز اتفاق افتاده رو تو دستور کار امروز مجلس نگید و اجازه نداد رسایی صحبتاش رو کامل بکنه. در ادامه رسایی گفتش که اگه اجازه نمیدی این موضوع رو بگم، یه موضوع دیگر رو میگم که این دیگه در دستور کار امروز هستش. ایشون همینطور اعلام کردن که من به ریاست مجلس تذکر میدم، اونم توجه نکردن به قوانین مجلسه که شما باید ثبت نام نمایندگان موافق و مخالف رو قبل از جلسه روز اول انجام میدادید، نه که بررسی صلاحیت هر کدوم از وزرا میخواد انجام بگیره نیم ساعت قبل از سخنرانی وزیر پیشنهادی بیایید ثبت نام بکنید و قرعه کشی برای نمایندگان موافق و مخالف رو انجام بدید. خیلی از کسایی که میان ثبت نام میکنن اصلا آمادگی صحبت کردن رو ندارن و توی قرعه کشی اسمشون در میاد. قالیباف باز هم به رسایی تذکر داد و گفتش که این صحبتایی هم که مطرح میکنی مربوط به امروز و دستور کار امروز نیستش و در نهایت هم میکروفون رسایی رو قطع کرد و گفتش که ما اگر ثبت نامو نیم ساعت قبل از انجام سخنرانی وزیر پیشنهادی انجام میدیم، برای این هستش که اتفاقاتی مثل لابی کردن نماینده با وزیر پیشنهادی یا حتی حمله افراد و رسانه ها به نمایندگان اتفاق نیفته. قبلا این شکل رو ما توی مجلس داشتیم ولی به خاطر اشکالاتی که داشت تغییر رویه داریم. بریم قسمت هایی از این دعوا و درگیری رو فیلمش رو ببینیم، در ادامه توضیحات کامل تر رو بهتون میدم. رحمان رحیم، جناب آقای رئیس، دیروز آقای عراقچی با خطاب قرار دادن آقای ثابتی طوری صحبت کردن که انگار نقد برنامه و کارنامه ایشون یعنی زیر سوال بردن ولایت مداری مجلس. من خواهش میکنم آقای رسایی در دستور تذکر بفرمایید. در دستور بند 11 است، میخوام دفاع بکنم آقای میجو. نه، اون دستور ما دیروز بود، دستور امروز. خب دیروز شما نذاشتی صحبت بکنیم. خب حالا نمیشه دستور دیروز امروز بیاره. در دستور در خدمت. خب اگه وگرنه 75 هم خانم سارا فلاحی داشتن هم خود آقای ثابتی داشتن، هیچ کدوم 75 شون وارد نبود اینا. در دستور در خدمتی. خب پس حالا اگه اجازه نمیدید اینو بگم، من یه چیز دیگه میگم که به قول شما در دستور باشه، ببینم شما برای اون جواب داری. ماده 204 رو بیار آقای قالیباف. حفظم بفرمایید. حفظید، بگید چی نوشته اونجا. 204 در رابطه با وظایف رئیس جمهور و صحبت‌ها و بحث مربوطه. نه خیر، من براتون میخونم. قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‌های دولت و اخذ رأی اعتماد هیئت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط و مش، اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه‌ها و برنامه و هر وزیر در برگه جداگانه با دستگاه الکترونیک ثبت نام میکنن. شما قبل از جلسه اول باید ثبت نام میکردید برای هر وزیر، نه نیم ساعت مونده به صحبت وزیر. اینجا آیین‌نامه ماده 204 نوشته قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی باید ما ثبت نام میکردیم، شما قرعه کشی میکردید، تکلیف معلوم میشد. من بدونم نیم ساعت مونده شما میاد میگید بعضی از نماینده ها ثبت نام میکنن، یهو اسمشون در میاد، طرف کارم نکرده، چه موافق چه مخالف. بله، آقای قالیباف عذرخواهی، توجیه نکنید یک کلمه. اینجا نوشته قبل از تشکیل اولین جلسه، این نص رو
دیگه شما نمیتونی بگی ما میخوایم اون لابی نکنه، نمیدونم اون یکی اون کارو نکنه. اون تذکر منم تذکر مرتبطی بود، شما نذاشتید. من اونو تو رسانه ها میگم که دیگه حالا اطلاع همه داشته باشه. اولا همین تذکر الان تون هم در دستور نبود، چون ما از کلیات ریاست جمهوری عبور کردیم، در دستور وزرا است. به هر حال گفته قبل از، خب قبل از، بله قبل از اینکه وزرا بیان، قبل ثبت نام شده، دوستان آمدن انجام دادن. اینم دوستان شما که پیشکسوت اینجا هستید، قبلا اینجا ثبت نام از قبل میکردن، همو اول مخالفین وزیر آخرم بر اساس حروف الفبا ثبت نام میشد، معلوم بود که مثلا وزارت ورزش که آخرین وزارت خونه است، همو اول ابتدا بود موافقین و مخالفینش کی است. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این بود که همه افرادی که لابی میکردند میریختن رو سر اون مخالفین که چرا تو مخالفی. اجازه بدید کار دقیق درسته و منظم. چند ساعت قبل از نوبت وزیر قرعه کشی میشه، ثبت نام میشه، کار درسته. اگر نکته دارید. خیلی ممنون. روز گذشته امیر حسین ثابتی، مشاور جلیلی و نماینده مردم تهران که مخالف وزیر پیشنهادی امور خارجه بود، در نطق خود گفت امروز عده‌ای به خاطر اینکه آینده نگری‌های شخصی دارند معتقدند که باید از وزیر پیشنهادی امور خارجه دفاع کرد، اما این افراد صادق نیستن و باید بگیم که کجایی یه قراردادی مثل برجام قابل دفاعه. ما معتقدیم آقای عراقچی دیپلمات واقع بینی نیست. امضای کری نظمین کار شد، چه کسی این رو گفت؟ اینکه ترامپ نمیتونه از برجام خارج بشه رو چه کسی گفت؟ همه این افراد رو، این صحبت ها رو کسی زد که الان وزیر پیشنهادی امور خارجه است و امروز میخواد از ما رأی اعتماد بگیره. آیه ثابتی همینطور گفت دیپلمات حرفه‌ای و ورزیده بودن به پرتاب کردن و خودکار نیست، بلکه به دیدن واقعیت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت دیپلمات حرفه‌ای و ورزیده بودن به داشتن دید و دونستن واقعیت هستش. ثابتی در قسمت پایانی صحبتاش هم با عصبانیت گفت مرگ بر وطنی که افرادی مثل عراقچی و ظریف هم وطن ما هستن. عباس عراقچی وزیر پیشنهادی امور خارجه در سخنرانی خود خطاب به امیر حسین ثابتی مشاور جلیلی گفت من نمیگویم هیچ وقت مرگ بر وطنی که هم وطنم عراقچی هستش. من میگویم جانم فدای وطنی که به منتقد دولت اجازه میده صحبت بکنه و حتی ولایت پذیری مجلس رو هم زیر سوال میبره. در کل این کلکل و دعوایی که دیروز بین ثابتی و عراقچی اتفاق افتاد باعث عصبانیت خیلی از نماینده های مجلس از جمله رسایی و ثابتی شد که امروز به قالیباف حمله کردن و در مورد این قضیه به اون تذکر دادن. البته رسایی قبلا هم به واسطه اینکه قالیباف در انتخابات به نفع جلیلی کنار نکشیده بود عملیاتی رو به اون انجام داده بود و معتقد بودش قالیباف کسی بود که باعث شد پزشکیان رأی بیاره. ایشون همینطور اشاره‌ای هم به میزان رأی قالیباف در مجلس داشتن و گفتن که قالیباف حتی در شهر تهران هم نفر چهارم بوده و بعد از من و ثابتی رأی آورده. حالا نمیدونم با چه فکری رفته بودش و در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد و در نهایت هم به نفع آقای جلیلی کنار نکشید. خب دوستان، حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به این دعوا و کلکل بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.